سعی میکنیم یه تمرینی در آینده داشته باشیم برای جلسه دیگه واسه اینهریتنس، بعد برمیگردیم سر بحث اصلیمون. اما در حال حاضر ادامه اسلایدمون رو داشته باشیم. Specifying the query mode for a view object. وقتی شما یه دونه view object رو میگید execute query، به صورت پیش فرض همیشه میره وصل میشه به دیتابیس و تمامی اون اطلاعات رو واکشی میکنه. اما شما این قابلیت رو دارید که بگید که اگه داری میری کوئری بگیری، نمیخوام بری از دیتابیس بگیری، برو از تو کش بخون، از تو کش بپرس. حالا کش هم همونطور که در جریانید گفتیم چند تا کش داریم. یک کشی بود که مخصوص انتیتی ها بود به نام انتیتی کش، و یه سری هم بود مخصوص ویو آبجکت ها که بهش میکنیم کوئری کالکشن. اما زمانی که ویو آبجکتتون entity based بود، از entity cache استفاده میکرد. نکته ای که وجود داره و تفاوتی که بین این دوتا cache وجود داره اینکه شما چه فرق داره بگید که از view cache بخون یا entity cache، اینه که ممکنه توی entity توسط view های دیگری روهای در cache اضافه شده باشه که هنوز کامیت نشده که توی کالکشن شما نیست. تو کالکشن ویو شما نیست. فرض بگیرید دو تا ویو دارید، پرسن یک و دو. اونی که داشته با پرسن، شمایی که با پرسن دو داشتی کار میکردی به پرسن دو چند تا سطر اضافه کردی، به علاوه این که تو کشش هم قاعدتا رفت انتیتی کش. حالا دارید رو پرسن یک سرچ میکنید. وقتی سرچ میکنید کوئری کالکشن شما محدودتر از کوئری کالکشن مونه دیگه. وقتی بگید از انتیتی کش خواهم استفاده بکنی، قاعدتا میره از کش اون رو میخونه. میدونید که در واقع وقتی کش کشینگ صورت میگیره، اون مبادی رو محتوا داخل کش قرار میگیره و بقیه به عنوان پوینتر به اون وصل میشن. مثلا دیگه ویو آبجکت شما وقتی که رو ها رو میخواد بخونه، درسته توی کالکشن خودش هست، ولی دیتاش توی کالکشن خودش نگهداری نشده، یه پوینتری از انتیتی کش رو داخل خودش نگه داشته. A view object's query mode selects the data source that will be used to populate the row set. حالا این حرفی که زدیم مال view object های entity based بود. Entity based. اگر entity based نباشه شما اصلا همچه قابلیتی ندارید. اونجا اصلا میبینی که از این سیستم استفاده نمیکنه. The query modes for a view object are as follows. The scan database tables. In this mode the query is fired against the database. The default modeیه که همیشه وجود داشته. The scan view rows. In this mode the view object queries the rows that are already present in the query collection. The scan entity cache. This mode is applicable only to entity-based view objects. In this mode, the rows in the entity cache are queried to build the row set. You cannot use expert mode view objects in the in-memory query mode, such as scan the view rows or scan the entity cache. اونه که حالتش رو حق ندارید بذارید رو expert یا منظورش read only هست. This is because the framework does not replicate all the search capabilities from the database in the middle tier, which is not efficient as well. درسته کشینگ تا حدودی صورت میگیره، ولی اون قابلیت های اصلی وجود نداره، پس قاعدتا نمیتونه درست سرچ بزنه. به خاطر همینه که ممکنه خیلی جواب بشنوید که بهتون پیشنهاد میکنن چه view object updatable باشه چه نباشه، از entity object ها استفاده بکنید، اما حالت ریداندش ها کماکان نگه دارید که بتونیم از قابلیت entity cache تا جایی که امکان داره استفاده بکنیم. خب داخل view object سه تا constant وجود داره: query mode scan database scan view rows scan entity rows. وقتی شما ویو آبجکتتون رو پیدا میکنید، همون لحظه میتونید بگید که set query mode قبل از که execute query بشه. set query mode scan entity
روز به محض اینکه اکزیکیوت کوئری بکنید توسط اون مود میفهمه که خب الان نباید بری از دیتابیس بپرسه، بعد از توی مموری سرچ بزنه. اما یه بحثی پیش میاد، کش ما 4 تا رو را بیشتر تا حالا کش نکرده. از طرفی من انتظار دارم یه سطری به من اکزیکیوت کوئری کنه و نشون بده که توی کش هنوز نیست. شما توی این حالت میتونید دو تا مود را با هم دیگه کامباین بکنید، با اپراتور جاوا لاجیکال یه دونه مود یک ها میزنید، مثلا میرسید ویو آبجکت، اول از همه اسکن انتیتی روز یا ویو روز، بعد به علاوه این که اگر پیدا نکردی از دیتابیس تیبلز، یعنی یه دور اول اگه تا جایی که میتونی از تو کش بپرس، اگه نبود برو از تو دیتابیس بپرس، اگه دست آخرام نبود که دیگه هیچی. اینطوری باعث میشه که شما تا جایی که میشه افیشنت بتونید کار بکنید. که اگر شما چندین مود رو با هم کامباین بکنید، اول از همه میره روی ویو رو ها یا روی کوئری کالکشن میگرده، بعد میره روی انتیتی کش میگرده، بعد میره روی دیتابیس تیبل آن پرسه. که اگر انتیتی ویوتون در واقع انتیتی بیس باشه، قاعدتا این ویو روز همون حالت انتیتی کش رو پیدا میکنه، اول تو کش خودش میگرده و میره الباقیش رو تو انتیتی کش هم میگرده. بله اهمنش که من میگم اگه کش انتیتی ویو روز داشته باشه با هم، کش انتیتی وجود چیز وجود نخواهد داشت. وقتی یه ویو ابجکتی انتیتی بیسته، کش ویوی وجود نداره. درسته؟ هم کش انتیتی دیگه وجود داره، گفتم، ولی یه جور پوینتره. اگه اینجوری هم پوینتر باشه، پس چرا اومده هم ویو روز رو گرفته هم انتیتی روز رو؟ شما رو ویو روز میزنید، یه سطری هست که تازه تو انتیتی کش اضافه شده، نه توسط این ویو آبجکت، توسط این ویو آبجکت دیگه. خب تو کش رفته، تو کوئری کالکشن دومی هم رفته و تو کوئری کالکشن اولی نیست. مخواه اونجا انتیتی کش مفید به اوزا الان ترتیب گذاشتن این کوئری ها مهمه؟ یا من همینجا بسیم خودش به خودش تقره... همیشه این ترتیب ها میچینه. آها، چون من هر جوری میخوام بچینم خودش اینجوری منظورت همین موداست دیگه که کنار. آره، هر جوری که بچینی این در واقع اکزیکیوشن اوردر توسط این انجام میشه. اول چک میکنه ببینه ویو روز رو داری اول اونو، اگه نه انتیتی. خب یه نمایش کوچیکی هم داشته باشیم دوباره. اینا رو خواهش میکنم که چون واقعا دیگه فرصت بیشتر از این نیست که من بخوام همه اینا رو تست بگیرم و ببینم، من فقط کدش رو خیلی هاش رو سعی میکنم بنویسم، مخصوصا امروز که خیلی کد داریم. اگه برسیم البته توی ویو کریتریا و این مموری فیلترینگ و این داستان ها، اینه که حتما برید اینا رو تست بگیرید. اگر نه خب کوئری این مثلا کش چه؟ اگه برسیم، اگه نرسیم در هر صورت جلسه بعد تمرین کنیم. تمرین ها که انجام دادیم، بعد جلسه بعدش ادامه بحث کنیم. خب کوئری این کش، شما مثلا میگید که نکنید این مود ها set query مود، اول از همه قبل از اینکه execute query بشه set query مود view object نقطه، حالا یا view object search box exiting narrator. اگه جای دیگه استفاده نمی کنید میتونید بگید که query mode اینها، این سه تاست. یکی دیگه هم که اینجا بهش اشاره نشده unposted entity rows، یعنی برو فقط اونایی که هنوز به طرف دیتا بیس نرفتن. این یه کوئری مود نیست، اون یه چیز دیگه است، اون یه پروپرتیه. کوئری مود ها همینه. اسکیپ برم
میدونیم که یعنی چه. فرشا گوش نکن و برو همه رو مثلا بگرد. اینا معمولا اینایی که این شکلی هن فقط به درده میخورن که کامباین بشن. خب شما میگید برو توی انتیتی بگرد و اونایی که آن پست شدن به علاوه یه اونه که برو مثلا روی دیتابیس بگرد و اسکیپ کنور را. درسته؟ اینا به درده میخورن که کنار هم استفاده بشن. کوئری مود به طور مثال انتیتی روز و دست آخر اکزیکیوت کوئری. اینطور به همین راحت. خب یه جایی شما نیاز دارید که یه ور کلاس رو ران تایم اپند بکنید به ویو آبجکتتون. این کار توسط کد قابل اجراه. To append a where class at runtime, call set where class on the view object. If the where class contain bind variables that have been added at runtime, call define name where class from. بزن یه دونه مثال بدم. اینجا من میام یه دونه view object درست میکنم. بزن اول entity شو درست میکنم. حتی فرقی هم مادر بزنین هم رو بیافتید. بلش این سلکت استار به نظرتون چطوره؟ قبلا بهش اشاره کردم؟ سلکت استار که بزنین به نظرتون چی میشه؟ آیا میه اتریبیوت رو پیدا بکنه؟ درسته. اما چه بدی داره؟ اصلا به نظر من به هیچ عنوان سلکت استار نزنید. چرا؟ دیتابیس چینج میشه، یک فیلد کم میشه یا اضافه میشه. چه اتفاقی سر کوئری شما میاد؟ کوئری شما اجرا میشه سلکت استار به علاوه آخرین فیلدی که اضافه شده. حالا این میخواد مپ بشه به اون اتریبیوتی که شما ساختین. اتریبیوت شما یکی کم داره. خب بعد یه مدت میبینید بعد دو سه ماه پروژهتون ران شده الان داره اکسپشن میگیره. چرا؟ یه نفر رفته توی دیتابیس توی جدول ور هاست یه دونه اتریبیوت اضافه کرده که دیفاین نشده تو ویو آبجکت و از طرفی هم شما سلکت استار زدید. سینکش کنید چه اتفاقی افتاد؟ باید برید اتریبیوت رو اضافه بکنید. سینک نداره ویو آبجکت و خودتون برید اتریبیوت رو اضافه بکنید یا دوباره بیاین رفرش کنید. مدل هم داره انتیتی آبجکت داره. متوجه شدیم چه مشکلی پیش میاد؟ فکر نکنم. من یعنی که چیز باشه دیگه اون اگه چیز باشه خواستم ایشون رو ببینم تست کنم اگر مندتوری نباشه مندتوری فرقی نداره. نه کنم شما این چطوری اجرا میشه؟ به محض اینکه شما میگید اکزیکیوت کوئری، کوئریتون رو جنریت میکنه میفرسته طرف دیتابیس. دیتابیس بهتون یه ریزالت ست برمیگرده شامل 8 تا کالم 8 تا اتریبیوت. خب بعد برنامه شما میگه خب من چند تا اتریبیوت دارم، منم 8 تا اتریبیوت دارم. شروع میکنه متناظره رو پیدا میکنه، میگه این کپی بشه تو این کپی بشه تو این کپی بشه تو این رو تشکیل میده میده به شما. حالا اگه از دیتابیس 9 تا کوئری پیدا بکنه 9 تا اتریبیوت پیدا بکنه که شما تو اتریبیوتاتون 8 تا تعریف کرده باشین اکسپشن میده، میگه من اصلا اری اوت اف باند اکسپشن، یکی از اتریبیوتا رو نمیتونم پیدا بکنم. دقیقا نمیدونم چرا اینقدر من راجع به این موضوع بحث کردم. خب فرض بکنید من همچی چیزی ساختم، بریم کلیدش هم بذاریم. حالا میخواید به ازای یه اتفاقی که افتاده بریم مثلا ور کلازتون رو چینج بکنید. تا الان ما با روش های باین وریبل آشنا شدیم، یه خورده ویو کریتریا رو خب تا حدی که میشه با ویزارد آشنا شدیم، تا جایی که میشه از اون روش استفاده میکنیم. یعنی میایم همه رو پارامترایز میکنیم، همه رو دیفاین میکنیم. اما این روش هم وجود داره که دستی هارد کد شده توی جاوا فایلتون یه ور کلاس بهش اپند بکنید و بگید اکزیکیوت. متوجه شدید؟
مثلا بر اساس یه شرایط خاص شما ممکنه هر جایی یه درد بخوره دیگه، ممکنه کاربر یه چیزی درخواست بکنه، شما بتونید بگید که اگر شرایط جاری مثلا این بود برو فلان ورکلاس اد بکن، اگه فلان بود برو فلان ورکلاس اد بکن. آره میتونی که اصلا همونا هر جوری که بگی میتونیم با چیز هندلش بکنیم، با ویو کریتریا دو تا ویو کریتریا بسازیم، اگه این بود اونو اپلای بکنیم، اگه این بود اونو اپلای بکنیم. بالاخره API دونستنش بد نیست، ممکنه یه جاهایی هم مورد استفاده قرار بگیره. من مثلا فرض بکنیم public void set change where چی؟ این از کلاس بیس ADF استفاده کرده. خب میام اینجا میگم که set where کلاس مثلا ادرس آیدیش مساوی یک باشه. اینجا دیگه با چی سر و کار دارم؟ با اسم دیتابیسی هاشون رو دیگه. خب نکرد دیگه مشخصه مثلا ادرس آیدیش مساوی یک باشه. یه چیز جالب که بهتون بگم، ما عملا حالا بردن یه چیزایی مترجم میشیم، اما عملا یه چیزی به نام این نداریم. سلیک کن فلان وقتی که ادرس آیدیش این یک دو سه چهار باشه، اون موقع ممکنه بتونید مثلا اینو یه خورده توجیهش بکنید. میتونید اینجا مثلا بگید این، بعد پرانتز باز بکنید، خودتون یه استرینگ بسازید که اینا مثلا از هم جدا میشه و بعد اجراش بکنید، چون توی کوریتون همچین کاری نمیتونستید بکنید. حالا اینا میگم یک، بعد میگم اکزیکیوت کوری، یا حالا دیگه بر اساس شرایط بر اساس مواقع. شما برید بیرون از دستتون کسی شده. خب الان ما ادرس های مختلف داریم. حالا من میگم که خب برو اپریشنه اینا اجرا کن، دوباره اجرا میکنه، وقتی که تیبل ها میبینم اینم فقط اونه که یکنه آورده. حالا چند تا مسئله، ممکنه شما بخوای اینا به صورت باین وریبل تعریف کنی. میتونید اینجا بگین دو نقطه وی ادرس آیدی. آیا به نظرتون این جواب میده؟ قاعدتا نه، چون میگه که نه بهتون اتفاقا هر جو دو نقطه دید میفهمه که این باین وریبله همیشه، ولی وقتی اجرا میشه میگه کدوم باین وریبله، کجا تا حالا تعریف کردی که یه دفعه اومدی گفتی بود همیشه اجرا میگه تعریفش نکردی کلا اصلا تعریفش نکرده اجرا میشه این ست ور کلاس اینا میز تنگ اونم میفهمه ست ور کلاس این ور کلاس اضافه میکنه به ویو به کوئری. رشته است ولی رشته معنا داره، مثل اون که تو PLSQL یه دونه اند میذارید و یه چیز مینویسین، PLSQL developer همون لحظه میگه این باین وریبله چی میخوایی ست بکنم. میدونین ای جزء API اوراکل بهش میگن Oracle named باین وریبلز. الان توجه هم بکنید ببینید چطوری سلکت منو تغییر داد. سلکت منو اینطوری تغییر داد، البته اینجا کانت استار زده، قبلش ببینم آها اومد سلکت منو اینجا نوشته، این سلکت اصلی منه، سلکتم دوره سلکت گرفت و این ورا بهش اپند کرد. به خاطر همین اگه ویو خودتون سلکت پیش فرض هم داشته، ور کلاس پیش فرض هم داشته باشه اتفاقی واسش نمیفته، همون ور اجرا میشه همین. خب حالا این ادرس آیدی جواب نمیده، چطوری من تعریف بکنم به کانتکست که آقا من همچین باین وریبلی دارم؟ این متدی داریم به نام define named چی؟ named where class درسته. بذاریم اینجا هم یه نگاهی بکنم. آره
define name where کلاس. define name where کلاس به صورت عادی و پیش‌فرض میتونید اسمو فقط بهش معرفی کنید، فقط میخواییم معرفی بکنید که آقا من همچین گاهی وریبلی دارم. پارامترهای بعدیش مال اینه که شما بگید که خب این اینو که تعریف کردم دیفالت ولیوش چیه و پارامتر آخر بتونید یه سری اتریبیوت رو بهش بدید، آقا کلاسش اینه، required باید باشه، فلان باید باشه، فلان باید باشه. ولی وقتی نال میذارین اینو به صورت عادی فقط تعریفش میکنید. بعد که تعریفش کردین میتونید بگید set name where class param، میگه که کدوم رو set بکنیم، میگه همین که set معرفی کردم، میگه با چه مقداری، میگیم با یک و بعد میگیم execute query. یک رو نمیخواد با من string رد نه دیگه، اینجا واسهش دیگه معنا نداره به خاطر اینکه لانگه ولی حتی اگه استرینگ هم میدادی اشکالی نداشت. میگن تا جایی که میشه API SQL میاد یه سری چیزا رو خودش هندل میکنه. بین استرینگ و همونطور که میدونید اصلا توی دیتابیس اوراکل، درست میگم آقای محمدی، نامبر همون کاراکتره میگیره، همون کاراکترن در واقع، اینگاه که اکستند کردن مثلا. پس به خاطر من به این موضوع حالا تو API JDBC هم همینطوره، شما میگید set string کن، بعد در واقع داری یه دن لانگ رو set میکنی ولی همش رو عدد میدی میونی. درست خوش میکنسی، ولی اگه عدد بدی رشته بخواستش عدد بدی رو میدار اگه بله دیگه، اون که دیگه قاعده رو زدی به هم. حالا اکزیکیوت میکنم دوباره که اپریشن رو میبینم، دوباره که شو تیبل رو میبینم، این هم نگاه کنید چون دیگه تعریفش کردم دیگه همینجوری ازم میپرسه همه رو آورده. حالا من اگه برم ببینم نگاه کنید ادرس آیدی مساوی فلان، بعدش هم میاد میگه که آقا با این وریبل وی ادرس آیدی رو پوت کردی با یک به جنگ دیگه. دو set where class منفی یک بی ادرس، این میگه که من فلان متد رو کال کردم، من کاری ندارم که دقیقا داره چه اقداماتی انجام میدم. حالا دفعه بعد اگه خواستیم where classتون برداشته بشه چیکار میکنیم؟ set where class null، مثلا میتونید اینا پوت بکنین اینجا، بعد از که اکزیکیوت کوئری شد و خیالتون راحت شد که همه چی پوت شده بیاین سری نالش بکنید که بعداً افکت نذاره، چون تا اینا که ست بکنید تا زمان که سشنتون زنده است میبینید این ویو آبجکت دیگه این ور کلاس روش ست شد. آقا مثلا من میری توی کوئریت با این وریبل تعریف میکنم، خب حالا چی اینجوری با همین کد اون ور کلاس رو برش دارم؟ ور کلاس اصلی ها؟ آره. نه اتفاق کنم تو شرایطی که حالتش چیز باشه، حالتش نورمال باشه، انتیتی بیست نورمال. نه اونا نمیتونی دست بزنی، اون یه چیز دیگه است. ما به اون، به اونی که خودت اینجا نوشتی به کلش میگیم این کوئریه. میتونی ست کوئری کنی، ست کوئری. آره ولی خب خطرناکه، حالا بهتون میگم الان اتفاقا جزء درسمه. این هاش changing the query of a view object and runtime، حتی میتونید کوئری view objectتون رو runtime عوض بکنید. تا الان داشته select بزده از warehouse با یه شرایطی، حالا میاین میگین که آقا فلان اتریبیوتی شما خواست عوض بکنم. خیلی کم پیش میاد که این اتفاق بیفته و کار خیلی پر ریسکیه. چرا؟ چون باید شما قول بدید تعداد اتریبیوتاتون یکی در بیاد، الیاساش یکی در بیاد، تایپاش یکی در بیاد، وگرنه یه دفعه میبینید توی قسمتی که میخواد مپینگ انجام بده یه دفعه به ارور میخواد. A view object will allow you to modify the design time SQL query at runtime. If you are modifying the query of the view object which is bound to some non-dynamic UI elements of a web page, make sure the new query that you set for the view object returns the same attribute definition as in the original case. حالا قبلش کتاب تا اونجا من اینو دی خودم مترجم نشدم، دارم یه اقرار میکنم.
میگفت که بهتر قبلش بیایم ست فول SQL مود بکنیم با این مقدار، و توجیهش هم این بود که این موضوع باعث میشه که tells framework that you want to keep the query set true set query. میخوام توسط set query query ها نگه دارم for the rest of execution using this view object، برای ادامه زمانی که داره این view object اجرا میشه. حقیقتش من اینا متوجه نشدم و تست هم گرفتم با مودهای مختلف، نتونستم بفهمم دقیقا منظورش چیه. اینا میتونید به عنوان کار تحقیقی انجام بدید. حالا به این مثال بزنیم، فرض بکنید همین سلکت ها، من حتی بیام به این بی خودی بنویسم، بگم که آه این 12 21، آدرسش هم بزن 1 و نیمش هم بنویس پژمان from dual. قبول دارین که این اجرا میشه؟ که حالا شما بیایم مثلا یه دونه متد اینجا بنویسیم public void، مثلا بنویسین override query، بعد بیایم بگیم که set query میخوام بکنم با این همونجا، حتی where class هم مثلا یه چیزایی بزنم، مثال داریم میزنیم، بعد بگیم که execute query. حالا ما سعی میکنیم این چیزی هم که کتاب گفته رعایت بکنیم. set full SQL mode چی بود؟ full SQL mode view منظورش view object که find کرده بوده augmentation. من اینو دوباره چیش؟ چرا نمیفهمه اینو؟ نه چنج وری کلاس اد شده، این سمت چپ بر بیار چه دوتا نیم سنیس رو حواظ کنم، شاید یه چیزایی درک کنه. آها این چیه؟ ویرهاس ویو آر او اینجا کجاست؟ من اومدم این اضافه کردم. چرا آخه؟ نه اینجا اضافه کردم، زدی قاطی کردم. الان رو کدومه این رو بیره؟ مهم نیست، مهم اینه که ببینی من چی نوشتم. مهم نیست که از این جا به جایی جاوا فایل چی فهمده باشی، اونی که الان اون چیزی که ما میخواییم جواب بدیم. نه من اینو چه جدی؟ کد نویسی خوب داریم میفهمید. خب این الان مثلا کلشه، بعد من میام اپریشن چی رو کال میکنم؟ اوورراید کوئری رو اگزیکیوت که میکنم میبینید 21 یک پژمان تقسیمانه که اسم شما رو مینویسم. این هم از این. اما یه نکته ممکنه، ممکنه که شما قبل از اینکه این متدتون کال بشه اومدید یه عالم کار انجام دادید، یه عالم روست ساختید، روست هایی که وصل بودن به کوئری سابق، اومدید ور کلاس ست کردید، اومدید ور کلاس ست پارام، یه عالم بای وریبل ست کردید، مثلا فرض بکنید بای وریبل تعریف کردید، ریکوایرد هم هست، ولی توی کوئری جدیدتون اینجکتش نکردید، استفادهش نکردید، اون موقع که میاد اجرا بشه دوباره میگه اه پس این با این وریبل کو. پس بعد مطمئن بشید که همه چی مرتبه. قبل از اینکه شروع بکنید که کوئریتون رو ست بکنید چند تا عملا همیشه انجام بدید. ببین که اولا ویو آبجکت تمام رو ست هایی که ساختم رو بهم بده، اگر ساختم خب، بعد توی for each بگید که تمامی این رو ست ها را بیا چیکارشون بکن؟ چیکارشون بکن؟ کلوزشون بکن، چون اگه باز باشن بعدا دو چاره در سر میشه.
بعد از این به کل اینا میگید که set where کلاس where کلاستون رو نال میکنید. اگر یه موقعی where کلاس set کرده باشی میخواد دور خودش رو append بکنه به کوئری جدید. بعد میایید میگید که set تمامی where کلاسایی که set کردم رو نال کن اگه به درتون نمیخوره. اصلا خود کلاس set where کلاس رو ست ها رو ست ست ور کلاس نام یعنی متراز من حالا چه پارامترش هم که نام کنم پارامتر رو نیمد ور کلاس با این وریبل ها مقادیر با این وریبل. اتفاقا این ممکنه راست میگی به دردم نخوره اما به جایی به درد میخوره که شما هم توی کوئریتون با این وریبلی داری که استفاده کردی و هم تو کوئری که خودت داری میذاری. حالا اگه مقدار هنوز ثابت باشه کوئری جدید که اجرا میشه با اون مقدار هم میخواد ست بشه. اگر با این وریبل تو کوئری جدید یکی باشه آره قبول. آره ولی اگه مثلا خالت قبول میشه چی گفتی؟ تو کوئری چیز داشته باشه تو کوئری اصلیتون با این وریبل باشه توی کوئری جدیدتون باشه. من روشو بستم که گفتم آقا نمیخوام. درست میگم؟ رو منظورت اینه؟ آه اوکی اینم به عنوان یه نکته. خب ساعت چنده؟ بذار ببینم بحث بعدیمون چیه؟ خب ساده است. این یکی هم ساده است. داریم کار با API یاد میگیریم. شما میتونید ور کلاساتون رو اوتوماتیک اضافه و کم بکنید. نکته ای که وجود داره اینه که من هم اینجا میتونم و اوردر بای بذارم. گفتم ور کلاس ببخشید اوردر بای بذارم. ببین که من میخوام اوردر بای بشی با مثلا این هم میتونم اوردر بای اینجا بذارم. قبلا گفتیم این دوتا چه فرقی با هم دارن. دوباره دقیقا همون بحث سلکت و اینر سلکتیه که خود جنریتور SQL میزنه. به خاطر همین شما نمیتونید پشت سر این بیاید چیز بنویسید الیاسه مثلا تیبلتون رو بنویسید. درسته؟ این قراره اوردر بای باشه که بیرون استفاده میشه دیگه. فقط پس بعد با الیاس کار کنه. قبول دارین آقای محمدی؟ حالا همین اوردر بای ها شما میتونید ران تایم نه به خاطر یه لحظه ببخشید یکی از فیلیاس اشتباه پاک کن یکی علامت اشتباه یه حرف شو کدوم؟ از تو کوئریت چی؟ همین آندرلاین رو برش دار اینا؟ آره چرا برم؟ بعد رفته اجرا نمیشه؟ حالا تستشو بزن این کوئری رو که میاد بخواستم فقط ببینه. آها یعنی در واقع بازم این نه ها نه این نیست نه این نیست این دوره این یه سلکته بعد اوردر وای ست میشه. به خاطر همین نگاه کنید بذارید من الان توی حالت دیزاین بهتون ارور نمیده ولی وقتی ران میگیرید الان میگه اوکیه چون خودش اینجوری داره میزنه ولی وقتی ران میگیرید میبینید ای چون به اون حالت زده به ارور. حالا بماند شما میتونید اوردر وای رو چنجش بکنید. مثلا اگر روی این بوده بگید که set order by class مثلا به جای warehouse name کنش مثلا address id و دوباره execute کوریش بکنید. این که دیگه بحثی نداره ساده است. اما یه فیچر دیگه ای هم Oracle ADF در اختیار شما میذاره. این هم نه که شما بتونید از گزینه set sort by استفاده بکنید. set sort by در واقع توی دیتابیس اطلاعاتتون رو سورت نمی‌کنه، توی مموری اطلاعاتتون رو سورت می‌کنه و از کلمات دیست یعنی دیسیدینگ و اسیدینگ هم پشتیبانی می‌کنه. حتی نگاه کنید اینجا دیگه بعد اسم اتریبیوت رو بدید. مثلا نگاه کنید من می‌زنم set sort by اینجا دیگه نباید بگم که address id باید دقیقاً اسم اتریبیوت هم باشه. address ID این اسمیه که کجا افتاده؟ توی اتریبیوت هم افتاده اسم این نیم جاوایش مثلا و دوباره اکزیکیوت کوئری کنم. خیلی مراقبه این باشید. ممکنه خیلی جاها توی دیتاهای کوچیک خوب باشه ولی تجربه کنید روی دیتاهای سنگین داره تو مموری کار میکنه.
یه جای این دستور رو بدید دیتابیس سریع تر براتون اجرا میکنه تا خود جاوا بخواد اینا توی مموری خودش رو لیستش کار بکنه. اما سینک به کشه ایتوزه به همه میخوره احسن. موضوعی که این خیلی جالبه اینه که این با کش داره کار میکنه، پس اگر روی باشه جدیدن اضافه شده باشه و هنوز پست نشده باشه هم مرتبش هم بکنی مرتب میشه، از همین سیستم استفاده میکنه. ولی مواظب باشه که روی دیتا های خیلی سنگینی کار نکنه. معمولا روی پروژه انترپرایز خیلی سنگین که شدت تراکنش ها خیلی بالاست و نگرانی وجود داره توی ترافیک با دیتابیس، خیلی ها سلوشن هایی میدن که معمولا سعی کنید با کش کار کنید. سورتینگ ها رو بذارید تو کش، فیلترینگ ها رو بذارید تو کش، فلان ها بذارید تو کش. چرا؟ چون نیاز نباشه که برنامه دائم با دیتابیس رفت آمد داشته باشه. اما یه جاهایی هم همین موضوع باعث کندی و پرفورمنس کیلر در واقع میشه. چیزی هم که جا ننداختم و خب بحث فیلترینگ هم موند. فکرشو نمیکردم اگه کون پیش بریم. نه خیلی حتی دارش نه خواهش میکنم، خسته نباشید.